ברוך השם, בשם השם, درس دیگر از خانوکا، درس تاریخی که در واقع ارتباطمون رو با خداوند در همین خانوکا ما میتونیم بهتر، محکمتر، بیشتر بکنیم. چرا؟ چون میبینیم خداوند در کنار ماست. تو هر تسندازی، سرزلزیری، تو هر موقعیت سختی خداوند در کنار ماست، ما را تنها نمیگذاره. و در تهیلیم داوید هم ملخ ازری مئیم هشم بگه کمک من جانب خداونده، ولی مئیم هشم یعنی از اونهایی که با هشمه ایم، و در واقع هشمانائیم با ارتباط خودشون با خداوند تونستن ارتباط قوم اسرائیل رو با خداوند برقرار بکنن و نگه داره. پس با هر نگهداری میسوتی که ما انجام میدیم میشیم یک پل ارتباطی همچنین برای دیگران و خداوند. دقیقا مانند کشتیبانی که میخواد افراد رو از طوفان نجات بده و اونها رو میخواد در کشتی های نجات بگذاره، خودش یک پاش تو کشتیه، یک پاش توی قایق، و دست اینا رو میگیره و از این ور به اون ور میبره. همینطورم هر فرد یهودی با میسوتش داره یک پل ارتباطی میشه، کمک میشه برای نجات دیگران با هر میسوتی که ما انجام میدیم. چرا که مئیم هشم خداوند اون رو شالیح میسوا میکنه که میگه تو که الان به من مرتبط هستی، از طریق تو میتونم به پسر خالت، به دایید، به جامعه اسرائیل، به اطرافیان، به همزبانات، همه و حتی به همشهریات میتونم از طریق تو نور تورا رو، نور خنوکا و معجزه رو از پشت پنجره خونه تو به دیگران پخش بکنم. پس تو میشی جزو نمایندگان من. صرفا چرا؟ چون ارتباط تو محکم با من نگه داشتی، ارتباط دیگران رو نیز نسبت به من برقرار میکنی. پس ما فقط در واقع مسئول میسوت خودمون نیستیم. اون تشعشع و اون حالت تأثیری که میسوت ما میگذاره برای دیگران هم هست. بارها بوده افراد چون میدونستن که یکی از اعضای خانواده یا مهمانانشون کاملا شمر شباد و شمر کشروت و میسوت رو نگه میداره، سعی کردن موقعیت رو، اون جشن و اون برنامه رو جوری تهیه ببینن که اونم بتونه راحت باشه. پس یعنی به خاطر اون بقیه نیز بهره بردن. به خاطر حشم و نعیم که گفتن بالاتر از اعتقاد انسان، بالاتر از نشمای انسان هیچ چیز دیگری نیست، حاضر شدن مانند عقدت اسحاق که خودشون رو به کشتن بدن ولی نشماشون رو به کشتن ندن، و همین نجات نشمای خودشون باعث نجات نشمای دیگران شد. و در طول تاریخ که هنوز 2000 خورده سال میگذره و هنوز ما به واسطه دلاوری اونها با جرأت میایم شمع حنوکا رو در منزلمون پشت پنجرمون روشن میکنیم. تعریف میکنن رابای پسخ کرون که در دوره هولوکاست یکی از اشخاصی که چقدر در طول تاریخ به قوم اسرائیل کمک کرده بود و الان با بقیه همه در اون گتو با بقیه قرار گرفته بود، به نام رابای شمالکا. اسمش کاملش چیز دیگه بود ولی به نام رابای شمالکا معروف بود. اما شمالکا موقعی که با بقیه اسرا که همه مرد بودن، گروه های مردات، گروه های خانم ها جدا بود،
موقعی که رابا شمل که با بقیه مردها ماه کسلف شده بود، به خود خود به دیگران گفت این خانوکا ما شم خانوکا رو شم میکنه. همه گفتن بابا مگه نبینی از این ور تا اون ور افسر وایستاده، سرباز وایستاده، همه نگهبان ما هستن، صبح که میریم سر کار، شب که برمیگردیم، توی اردوگاهمون، توی اتاقامون، چجوری میخوای؟ نورش مخصوصا از کجا روغن میاری؟ گفت نمیدونم، ولی این کسلو، این خانوکا، ما شمع خانوکا رو شمع کنیم. خلاصه همه گفتن اوکی. یک بار یکی از کارهایی که این داشت شغلش چی بود؟ متاسفانه مرده‌شور بود، اما نه اینکه بخوان واقعا مرده ها رو بشورن، کر نمی کردن برای اسرائیل ها. این مرده کش بود، واگن و آمبولانس چیزی هم که نبود، که خوب بود رو دوشش منداخت میرفت اونجایی که میخواستن میذاشت، و متاسفانه بعضی موقع اینا رو میشناخت این مرده ها رو، اسرائیل بودن دیگه، تو اونجا تلف شده بودن یا کشته شده بودن، اینا رو میشناخت و با گریه و عشق که به چه موقعیتی، به چه سختی قوم اسرائیل درگیره، اینا رو میرفت و جوری که اونا میخواستن خاک سپاری میکرد، یا توی چاله میداخت، یا توی یه بار موقعی که داشت میرفت، بالاخره خارج از یه ذره شهر بود، یه ذره خارج از اردوگاه بود، پاش میگیره به یه چیزی، با اینکه اون راهو هر روز میرفت، پاش میگیره به یه چیزی، نگاه میکنه رو زمین، یه مش خاک رو هم تپه بار، مثل اینکه یه چیزی اون زیر قایمه، یه چیزی کسی کنده، یه چیزی گذاشته روش، حالا خاک ریخته ولی هنوز برآمده است. کنجکاو میشه، چون میدونی که الان هر روز این راهو میره و اینجا هیچ موقع این همچین چیزی نبود. نگاه میکنه اطراف که سربازی چیزی نباشه، میکنه میکنه میکنه، اینه اه. یه مش فتیله با یه بطری کوچیک روغن با یه کاپ لیوان کوچیک که بتونه حتماً یه اسرائیلی برای خانوکا یه جایی روغن گیر آورده، اینجا قایم کرده که بخواد شب خانوکا روشن بکنه. گفت نه، من نمیتوانم به این دست بزنم. با اینکه خیلی خوشحال شد، گفت همه چی آماده، فتیله، لیوان، روغن. گفت نه، من نمیتوانم به این دست بزنم. این حتما یه اسرائیلی، خودش معلوم نیست با چه فداکاری جونش خطر انداخته این کارو کرده، من میام بردارم. بر نمیداره. روشو با زور همه خاکا رو میکوشم میره. 5 روز 4 روز مونده بوده به خانوکا. میپرسه، میگه از بقیه خیلی حالت درگوشی، کسی چیزی روغن جای قایم کرده؟ هیچ کسی نمیدونه بینا چرا کجا. باز 2 روز مونده به خانوکا، هنوز اون راهو میرفته، میدیده ای هنوز تپه اونجاست، هنوز ترم نیومده برداره. اره به خانوکا، میبینه چند ساعت دیگه خانوکاست، میره چک میکنه، میبینه نه هنوز همونجاست. میگه حتما طرف به مثبت فکر کنیم، یا یه جای آزاد شده، یا یه جای دیگه گیر آورده، یا هر چیزی، یا اینکه متاسفانه دیگه تو دنیا نیست. اگر نه دیگه چند ساعت مونده به خانوکا میمد، اینا رو برمیداشت، این کسی که اینا رو قایم کرده بود و حتما هم معلومه یا رو اسرائیل بود برای خانوکا این کار کرده. خلاصه میره اینا رو میاره بیرون، همه رو صدا میکنه، تو اون گوشه اتاقی که داشتن، بعد از اینکه سربازا میرن یا به خواب یا به شیفتشون عوض بشه، شمع خانوکا رو با براخان، با عشق، با خنده، با شادی، با گریه، با امید و تفیلا، با 3 براخان
شمع خانوکا رو شب اول روشن میکنن، شب دوم تا 8 شب اینها روشن میکنن و بعد از اون با خوشحالی از خداوند که همچین میسوایی رو سر راهشون قرار داده. یک نفر که اومد و گفت این میسوا رو شمع حنوکا رو من میخوام روشن بکنم، دیگران رو نیز مزکی کرد، دیگران رو نیز به این میسوا بود. اما اون شخص کی بود؟ اون کسی بود که روشن کرد یا اون کسی که قایم کرده بود؟ بعد از چند ماه در آپریل 1945 لیبریت میشه از اردوگاهی که بوده و همه چویس داشتن که بعضی میدن آمریکا، بعضی میدن اسرائیل، بعضی میدن جای دیگه، ولی این برمیگرده به شهر خودش توی همان لهستان برمیگرده اونجا و تا 1951 برای 6 سال اونجا راو بوده و اتفاقا به یهودیان دیگه هم که باش اومده بودن یا از قبل بودن سعی میکنه کمک بکنه. سال 1951 میاد اسرائیل و بعد از چند سال میاد آمریکا، میاد نیویورک که از یهودیان اینجا، از بزرگان اینجا دیدن بکنه، ملاقات بکنه، از جمله هاراویول تایتلبام، رهبر راو حسیدیم ساتمر. میخواسته باش ملاقاتی داشته باشه، میاد کنیساش با هم تفلا میخونن و بعد میرن توی اتاقی. چرا؟ چون اونم تو همون اردوگاه بوده ولی اون زودتر آزاد شده بوده. با هم دیگه صحبت میکنن از گذشتهشون، از چند سال پیششون که با هم تو این موقعیت سخت بودن، از خاطراتی که از هم داشتن و در پایان راویو تایتل بام میگه ولی افسوس من همیشه ناراحت یه چیز هستم. میگه چی؟ میگه این که من با هزار زحمت و رشوه تونسته بودم یه ذره روغن جمع بکنم و سربازا بگیرم و قایمش کرده بودم که خنوکا اینو روشن بکنم، نتونستم اینو روشن بکنم، دیگه زودتر از اونجا فرار کردم یا آزاد شدم. همونجا بود که روای شمال که بهش میگه اتفاقا جای خوشحالی داره. میگه چرا؟ میگه من پیدا کردم اون روغنو و اتفاقا روشن کردیم و به خاطر همون زحمتی که تو کشیده بودی ما تونستیم خنوکا رو برگزار کنیم. یعنی این که زحمتی که انسان برای میسوت میکشه حتی اگر خودش هم نتونه استفاده بکنه داره شماشی میشه که نور دیگران رو روشن بکنه، برای دیگران این موقعیت رو پدید بیاره. پس درسته پدر بزرگ مادر بزرگای ما، پدر مادران ما در گذشته شاید این همه امکانات گمارا و میسوت و یهودیت براشون نبود، اما اونها فقط زیر خاک قایم کردن که ما پیدا بکنیم. دیگران کاشتن و ما خوردیم، آیا ما چیزی برای بچه هامون، برای نسل بعد ما قایم میکنیم که اونها هم پیدا بکنن؟ آیا میکاریم که دیگرانم بخورن؟ آیا اون پل ارتباطی نسل بعد رو به دوش میگیریم یا میگیم خودشون دیگه ماشاءالله اینقدر کنیسا، اینقدر یشیوا، این همه موقعیت هست دیگه خودشون بالاخره یه جوری با خداوند ارتباط برقرار میکنن، با دین و آیینشون، با یهودیتشون، با میسوتشون. چیزی که در واقع داره خنوکا به ما یاد میده. و جالب اینجاست که 3 تا میسوت بود که این یونانی ها
نمیخواستن این سال انجام بدن. یک، شبات. دو، بریت میلا. سه، روش خودش. تعیین روش خودش. چرا؟ چون میدونستن که اگر بخوان تعیین روش خودش بکنن، تمام اعیاد و معدیم قشنگ به ترتیب سر جاش پیش میره. برای اینکه اعیادشون رو ازشون بگیرن، گفتن ازتون کلندر، تقویم، زمان رو ازتون میگیریم که روش خودش رو تعیین نکنید که کی اول ماهه، که بدونید چه موعدی در چه موقعی داره پیش میاد. خواستن در واقع یعنی سیستمشون رو هک بکنن که همه اینفورمیشنشون رو قاطی بکنن. بریت میلا، چرا بخواید خودتون رو بدنی یهودی نشون بدید؟ شبات، چرا بخواید از نظر راحتی خودتون رو یهودی نشون بدید؟ چون میدونستن که همه اینها ارتباط ما رو در واقع با خداوند قوی تر میکنه. به همین دلیل گفتن از ارتباطتون کم بکنید که بیشتر حل بشید، اسیمیلیت بشید. ولی باروخ هاشم همیشه در هر حنوکای شبات هست، در هر حنوکای روش خودش هست، در هر حنوکای بریت میلا هست. اتفاقا همیشه حنوکان ما با اون سه تا میسوایی که مورد حمله قرار گرفته بود انجام بدیم، تازه بالاتر و بیشتر. پس اگر گوییم ها یوانیم، اونها فهمیدن و همیشه میدونن که یه قدرتی در شبات هست که داره این قوم رو در کنار هم و در کنار خدا نگه میداره، چه برسه دیگه من و شما باید از این موقعیت استفاده بکنیم، از شبات، که اتحادمون رو و ارتباطمون رو با هم دیگه و با خداوند حفظ بکنیم. اگر دیگران همیشه دست میذارن روی شبات، پوریم هم همین بود. پوریم هم وشتی دختران اسرائیل رو می برد تو کاخ خودش، قصر خودش برای کار، اما روز شبات. چون می دونست اگر قدوسیت شبات رو از اینها بگیره، احترام و ارزش شبات رو از اینها بگیره، پایه دین و ایمانشون رو سست میکنه. مهره و پیچ با اون ارتباط اصلی ما با یهودیت شباته. درسته صدها هزار پیچ و مهره دیگه هم هست تو هر دستگاهی، تو هر اتومبیلی، اما پیچ اصلی شباته که با شمار دیوم شبات و زخور دیوم شبات شخص میتونه هنوز ارتباط خودش رو رعایت بکنه، که تا حتی اگر هیچ نوع کوتاهی هم در هر میسوای دیگه داشته باشه، بهش قدرت میده که اون رو جبران بکنه. اینکه شباتمون شبات باشه. پس یعنی این دفعه خواستیم ببینیم آیا واقعا پل اصلی که من رو با خداوند نزدیک میکنه چیه؟ از چه راهی وارد معامله با خداوند بشم؟ از چه میسوایی قدرت بگیرم برای رضایت خداوند؟ شبات، بعد شل ملخ، چرا که بعد از آفرینش دنیا هر روزی جفتی داشت، زوجی داشت، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شبات اومد پیش خداوند گفت خداوند زوج من کو؟ گفت ام اسرائیل، قوم اسرائیل زوج توه.
کسی که متاسفانه شبات رو کنار میگذاره داره زوجش رو طلاق میده، داره دیگه خودش رو از رده درجه درباری و یا نزدیکی به خداوند دور میکنه، دیگه داماد پادشاه نیست. تا این حد شبات مهمه که حتی یوانیم، حتی یونانی ها هم میدونن تو شبات رو از این قوم بگیر دیگه راحت میتونی ازش سواری بگیری، راحت میتونی زیر دستش بکنی، خودش اصلا به تو به سوی تو میاد، تو شبات ازش بگیر، تو شباتاشو معمولی بکن، حل بکن، بذار هنوز سلفونش دستش باشه، بذار هنوز سوپربالش سر جاش باشه، تو شبات از این قوم بگیر دیگه هیچ زحمت دیگه ای لازم نیست. پس یه وانیم نگفتن که اگر ما شبات از اینا بگیریم عیبی نداره بذار بقیهش رو انجام بدن، نه، میدونستن اگر شبات از این بگیرین دیگه بقیهی وجود نداره، کسی که نتونه ارتباط خودشو با خداوند در روز شبات برقرار بکنه دیگه در طول هفته موقعیتی پیش نمیاد. هفته یک بار خداوند این موقعیت و این فرصت رو به ما میده، میگه میخوای با هم باشیم، میخوای به من نزدیک بشی، با اون هفته یک بار کیه؟ شباته. اگر ما از این موقعیت نزدیکی در روز شبات استفاده نکنیم هیچ موقعیت دیگه در طول هفته همانند شبات پیش نمیاد که بخواد همچین نزدیکی رو بین ما و خداوند پیش بیاره. پس مایی که برای شخریتمون، مینخامون، عربیتمون، برای این همه تفیلهامون ارزش قائل میشیم، وقت میگذاریم، از احساسمون، از فکرمون مایه میگذاریم، تنها به یک روز شبات بسته است که ما این تمام نامه هامون رو و تمام تفیلهامون رو به خداوند ابلاغ بکنیم، سابمیت بکنیم، تحویل بدیم. کسی که بخواد بدون شبات تفیلا بخونه، با خدا مرتبط بشه، مثل این که نامشو داره میندازه توی پست، تا پستچی ورداره ببره اداره پستخونه، تا از اونجا برسه به دست قصر، از قصر تا دونه دونه جدا کنن، دونه دونه وقت کنن، به پادشاه نشون بدن چه نامه‌ای اومده. اما کسی که در روز شبات از قدرت شبات، از موقعیت شبات کمال استفاده رو میکنه، مثل اینکه نامه رو داده دست خودش، تفیلاش رو، خواستش رو داده تحویل هشم. نه اینکه پس آدم وسط هفته هیچ تفیلا نخونه، بذار همه تفیلاش روز شبات بخونه، نه، اینکه از موقعیت حساس شبات، شبات ملکتا، از قدوسیتش، از هلاخوتش، از پاکیش، از استراحتش، از آرامشش بتونیم کمال استفاده رو بکنیم، اون موقع است که تمام تفیلای هفتمون که خوندیم به زخوت شبات به دست خداوند سریع‌تر میرسه. در حالی که خود خداوند گفته از شبات کمال لذت رو ببر، استراحت رو ببر، شاوت و اینافش، خداوند داره با واضح ترین طریقهی که داره لازمه به ما میگه ویخولو از شامعین و آرس. خود خداوندم تمام کاراش تو این 6 روز تموم شد، حالا من و شما هنوز کار داریم. میگه بابا منی که صاحب دنیام این همه مسئولیت دارم، تمام کارام روز
جمعه است دیگه تموم شد و یخول از شمایم وارس. آها شما میگی خدا مورگیج نداشت اون موقع ها. خودش بنکر بود و همه لون میداد. آه برای خدا 6 روز خیلی طول کشید، در عرض 1 ثانیه میتونست همه رو انجام بده. آی خدا میگه ببین 6 روز دیگه هم هنوز هست، یه استراحتی بیا با هم بکنیم روز شبات. 6 روز دیگه هم باز وای خول و هشتان ما این وارث. چیزی که ما میخونیم اوسه معصه برشید، که خداوند همچنان هی داره معصه برسید، آفرینش دنیا رو همچنان هی داره تکرار میکنه. فقط خورشید رو نیافرید اون بالا آویزون کرد، همچنان داره معصه برسید، آفرینش دنیا رو داره تکرار میکنه. خدا میگه 6 روز دیگه هم هست. حتی خدا داره میگه، خدا بزرگه. Nothing to be worried about. کیف شبات تو بکن، از قدرت شبات استفاده بکن، نه از قدرت زور بازود. از اون ارتباطی که با خدا داری پیش ببر، نه با قدرت مالید. بیایید به عزت هشم به پیشواز شبات میریم. تازه اونم چه شباتی؟ شبات روش خودش. اونم چه روش خودشی؟ هنوکا. سه برخا سفر تورا دنمیم شبات با همچین مهمانای ارزنده من، با یه تیر صد نشون میزنیم، با یه شباتی که به عزت هشم ارزش میدیم تلفنامون رو خاموش میکنیم. داریم سه تا مهمون عزیز رو پذیرایی میکنیم که هم زخوت شبات ماگنمون میشه، هم زخوت هنوکار ماگنمون میشه، و هم زخوت روش خودش. کسی که این شبات رو بتونه به درستی اون جوری که میتونه متفاوت از قبل، با قدمی جلوتر، با نزدیکی و قدوسیت بیشتر، اگر بتونه این شبات رو برگزار بکنه، خداوند میگه این چیه؟ حالا که تو میبینم خودت میخوای و داری سعی خودتو میکنی، مثل شمعای خنوکا که سعی خودشون رو یه روز کردن، من 8 روز براشون روشن کردم، توی که میخوای این شبات رو نگه داری ولی داری سعی خودتو میکنی، حداقل یه قدم داری جلو میری، 100 قدم دیگه من جلوت میبرم، معجزه خنوکا رو برات پیش میارم. بدون اینکه خودت اصلا توقع داشته باشی، میبینی داری شبات به شبات هی راحتتر شبات رو نگه میداری. تو اولیش رو نگه دار، تو الان رو بهتر بکن، بعدیش با من. خداوند میگه مثل شمع خنوکا شروع کن. کل حبال تاهر مسائین لو، هر کسی که بخواد پاک باشه، مسائین لو از شامعیم کمکش میکنن. فقط اگر ما ایمان داشته باشیم، پس اگر ایمان داریم که از تو حرکت، از خدا برکت، شمعای خنوکا رو روشن بکنیم، ولی اگر قبول نداریم میگیم آخه پس چه جوری؟ پس دیگه چرا شمع خنوکا رو روشن بکنیم؟ پس میخوایم چی به بچه ها یاد بدیم؟ که من برای خدا نگرانم، یا اینکه خوشحالم که خدا به فکر من هست؟ اگر پرسیدن مامان بابا چرا شما این شب با دست به تلفن نمیزنی، میگی مثل شمعای خنوکا. باید یه جای شروع بکنیم که بقیهشو خدا ادامه بده. میخوام از این شب با شروع بکنم که بقیهشو خدا کمکم بکنه. اون موقع هست که میگن واو، what a big message، چه پیام بزرگی، که فقط خنوکا به شمع روشن کردن نیست، به تقویت ایمانه، به نزدیکی من به خداونده.
بذارم شیور امروز رو اسپانسر اونایی که میدونم منتظر بودن میخواستن اعلام بکنن، $52 برای torahelp.com که زخوت این شمعی که امروز ما روشن کردیم بتونه شمعهای همه رو روشن بکنه به خوبی، قلب هامون رو، نشام هامون رو و نزدیکی خداوند رو من به خوبی بیشتر بکنه. اگر کسی هست الان میتونه بگه چون میخوایم شخریت رو شروع بکنیم. دیسکرم ایستود آقای سنندجی در مینیان، $52 torahelp.com و همچنین آقای اسرائیلی دیسکرم ایستود به سرود تواد دلقراری از خانواده و فرزندان بزدچم به زخوت این شبات عزیزی که در پیش داریم، شبات روش خودش، شبات خانوکا و شبات شبات. باروخ ربای عزیز، شما میدونید که من یک شنبه رو گفتم. شما یک شنبه رو گفتید، خانم از کالیفرنیا هم دو شنبه رو گفتم. باروخ هشم لعولم، آمین و آمین.